عطاری چقدر توت فرنگی برداشتی؟ بابا آبرومونو بردی؟ با من چیزی برنداشتم، من فقط بشقاب خودم و شیرین آقا جون برداشتم. همین مونده بود که یواش یواش داشتی میرفتی سمت بشقاب پدر عروس. شیرین جلوته نمیگیره رفته بودی دیگه. ببخشید اکبر آقا ها، من اگه جلوشو گرفتم بشقابو برداشتم بخاطر اینکه بتونه شام بخوره قربونش برم، وگرنه چه اشکال داره که نوش جونش بخوره؟ مگه قرار بود شام هم بمونیم؟ دیگه من گفتم شاید تعارف بزنن که خب خدا رو شکر نذاره. خانم از قیافشون معلوم بود تعارف نمیکنن، باید میذاشتید من کار خودمو میکردم. زرنگین حامد بود که فرت فرت موز خورد. آره واقعا چرا انقدر صدا میکرد؟ موز که انقدر صدا نداره. راست میگه دکتر، واقعا موز چرا اینقدر حامد کو اصلا؟ تو ماشین شما مگه نبود؟ نه تو ماشین شما بود. ببخشید اگه تو ماشین ما بود ما میفهمیدیم. خب الان که نفهمیدیم. بابا مگه مداد آخه؟ حالا بفرمایید شما تو کدوم ماشین بودین که پدرتون بفهمن؟ بگو. من اصلا با ماشین نمیدم، با موتور اومدم. بابا چرا خودت ناراحت میکنی؟ آخرین نفر که در ماشینو بسته اصلا حواسش نبوده تو کوچه فرهمندینایی. حامد مامان ما خودمونم فکر کردیم تو با دایی و بابا بزرگ رفتی مثلا طبیعت گردی و اینا. مادر جان من اصلا سر این چیزا ناراحت نمیشم، ولی پدر جان ناراحت میشم وقتی شما موقع خدافظی برمیگردین به آقا جلال میگین ما خودمون حالا میشینیم در مورد مسائل مهم بچه ها صحبت میکنیم. آقا مگه من بچه دبستانیم؟ بابا سنی ازم گذشته، چه فکر میکنه خانم برای من در مورد من ناراحت میشه؟ این دفعه قبل یادت نیست با من دکتراشو من بس. امیرعلی سارا من پدرم، نمیتونم ببینم که پسرم با یه دختر رفته تو اتاق داره براش رویا پردازی فانتزی میکنه. درو واکن تا من جواب بدم. من واقعا جواب اگه مردی بیا بیرون بلند بگو تا من جواب تو بدم. بابا حامد کو اون چه بچه همش غیب میشه اتاقش شده ها. بیا اینها دوباره افتاده بود بیرون در. ای بازگفت افتاده بوده. بابا جان منظورتون چه رویا پردازی بود اون وقت؟ همین که روز اول به زنه دیگه من آدم دست و دلبازی هستم، زن تو خونه من هیچ محدودیتی نداره، من هیچ توقعی ندارم و کوفت و زهر مارک بر بچه باست. اون وقت اینا رو شما چجوری فهمیدی؟ ما که تو اتاق حرف زدیم. لای در باز بود همه سو شنیدیم. ای یه جاییش هم انقدر لوس بودی نگم بر. نه اونجاییش که گفتی زن و شوهر باید تعهد داشته باشن، من انقدر جلوی خودم رو گرفتم نخنده پوسخیار داشت دماغم میزد بیرون. نگو فرید، من اصلا اینقدر اونجا خودم بغض کردم. اولا که خیلی زشت شما گوش وایسادین، دوما اینا اسمش صداقت رویا پردازی نیست و برنامه مهم زندگی من برای آینده است. بله خب خدا رو شکر که خودت به خامی خودت اعتراف کردی. ببخشید ببخشید اینا کجاش خامیه؟ اون همه من قبلش نصیحتت کردم داشتم بادمجون باکس میزدم. ببخشید پدر جان، ولی مسئولیت زندگی که برای شما مثل آپولو هوا کردنه با صداقت و همراهی زن و شوهر خیلی هم کار راحتیه. همراهی زن و شوهر ها؟ تو اصلا میدونی مسئولیت خانواده یعنی چه؟ تو اصلا میدونی حقوق رو به آخر برج رسوندن یعنی چی؟ همین مامان تو اینجوری نگاه نکن. ببخشید چجوری نگاه کنه؟ چیز خوب نگاه کن. ببین تا وقتی که من بابات هم نمیذارم کسی از ناتوانی و بچگی تو سوء استفاده بکنه. ببخشید ولی شما هیچ وقت باورتون نشد این حامد بزرگ شده. حامد جون من باورم شده. منم باورم شده. به جز فرید و نسرین شما باورتون نشده من بزرگ شده. چرا منم باورم شده. ما جز باور شدگانی. ما هم باورمون شده. ماما منم باورم شده. آره دیدین بابا همه باورشون شده که من بزرگ شدم الا شما. بابا من الان میتونم زندگیمو خودم مدیریت کنم با روش‌های جوانانه و پرشور، نه روش‌های قدیمی و فرسوده. منظورش اینه که روش‌های بنده قدیمیه. من که باورم نمیشه. ببینید من به مدت یک ماه چون ادعات میشه مسئولیت این خونه رو به تو میدم، ببینم روش‌های جدیدت چیکار میکنه. بعدش چی میشه؟ بعد چی؟ بابا بعد این یه ماه دیگه. خب دیگه بعد از این چیز یعنی ببین اگر در کار در این مدت یک ماه موفق بودی بنده جلوی همه قول میدم کاری به کارت نداشته باشم، ولی اگر موفق نبودی میشینی سر جات حرفم نمیزنی تا من اون چه به صلاحت انجام بدم.
اینم حقوقت. تاره؟ بله بله. کارت من کو؟ دست منه. بیا آقا بیا اینجاست. بفرمایید. کارت من پیش شما چار میکنه؟ ببخشید آ پسر شما رفته خواستگاری پول بنزینشو من بدم؟ بده من بینم. بگیر. قبوله. مدیریت خونه از امروز با من. با روش های جدید و بروز. دکتر داشتی ورزش میکردی؟ بله دیگه برای سلامتی. نره جون خودت، یه عمری ما هیکل شاخه درختتو تحمل کردیم، حالا که دختره اومده داری میاد رو فرم. ماما ربطی نداره. به من ربطی نداره؟ نه. معلومه دیگه. نه معلومه، زن که بیاد دیگه مادر میشه نقش مکمل. ماما من نگفتم به شما ربطی نداره. پس اگه به من ربطی نداره الان کی تو این اتاقه؟ دیگه به کی ربط میتونه داشته باشه؟ ماما من دیگه واسه ورزش نمیکنم. خوبه؟ واقعا؟ خاله چیکار داشتی؟ آها چیکار داشتم؟ ببین میخواستم نهار درست کنم، دیدم هیچی نداریم. نون وایی هم که الان تعطیل میکنه. تروارم تا یه ساعت دیگه نهایت بیشتر باز نیست. فهمیدی؟ خب اینم لیست خرید. نون جان برو خریدارو بکن بیا. برو قبولیش کیسه. حالا من کار دارم، بعدم میرم خرید. کار داری؟ به همین زودی قولتو یادت رفاره؟ هیچ اشکالی نداره. تو برو به اون کارات برس، هیکلتو بازو تو نمیدونم سرشونه و اینا، منم لیست خریدو میبرم بدم بابات خرید کنه. ما. تو برو به کارهای خودت برس. بابا بابا نمیخواد چیکار؟ ای من خودم میرم خرید میکنم. آره بیا ما. واه واه واه. چی گفتی مامو؟ نه هیچی داشتم قربون صدقت میرم. آره بیزم. داری چی کار میکنی؟ آخه اکبر داری فکر میکنی؟ نه دارم زول میزنم. میخوای به جای کار بری مهمی که داری انجام میدی بلندشی بری این دفعه هم اقلا خودت خرید کنی؟ دیوونه شدم از دست شما دوتا. با اون هنو نهارم هم درست نکردم، دیر شد. اونم از تو اتاقش بیرون نمیاد. عمران اگر الان روشو کم نکنی فردا تره برامو خشک نمیکنه. خورد نمیکنه. حالا هرچی. اتفاقا خوب شد گفتی که نهار دیر شده. میخوام بیاد بیرون زل بزنه تو چشام بینم چه نطقی میکنه. کیه؟ چه میدونم؟ عطاریه دیگه. بله. سلام. جنساتون آوردم. جنسا؟ آخه شما دوست حامدی؟ حامد؟ من حامد نمیشناسم. حامد اصلا فکر نمی کنه که اتفاقی ما در رو باز کردیم همه چیز لو رفت. حامد بیا بابا همه چیز لو رفت. دست شما در نکنه. نگاه کنید دست در نکنه. الان خیر ببینید. میدونم نونبایم شلوغ بوده. ایشالا خونه برای پدر مادر رو حفظت. سلامت. بیا تو بابا. من باید برم به کارام برسم. بابا جان دوستای حامد این بچه های من هست. ولی عزیزم به جای این که ماهی براش بگیری ماهی گیری یادش بده. اما تو سفارش ها که ماهی نداری. نه 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 برو شما. حضور برو من کار دارم. نه بابا یه چایی با حامد بخوریم بعد برو. بابا بلکن من بابا میگم بیا چی دیگه. بزرم کن. یه دیگه چه بود؟ رفت. یه طوری بودم. بزرم هم یه طوری بود. به در رو من بیا. الان حضرت علی در این مدیریت میکنی نه؟ بله. حامد بیگاری از این بچه‌ها کشیدن کار درستی نیست. پدر جان جسارتن این اسمش خرید اینترنتیه. از زیرشاخهای مدیریت روز و غیر فرسوده. پس چی دیگه؟ دو برابرم پول دادی برای خریدشون که بیارن در خونه. بله. نه. توجه کنید 15% تخفیف روی تمامی اجناس. 15%؟ بله. آخ نگاه اکبر. یه عمر ما یه اون ما 15% از دست دادیم. آره حامد حامد آقای دکتر مرد خونه بیا در این شیشه رب رو ببینم میتونی باز کنی. بله ماما. یک روز هم نمیتوانند مامان جان در این شیشه روبو باز کن. به دنیای سخت ما مردا خوش اومدی آقا حامد. حامد جان گرم کن قبلش این پشت بازو میگیره.
من وای ماشالله، هزار ماشالله، چشم که به پاد مامان. اصلا خوب شد تو دکترا خوندی، قبول شدی. آفرین، اصلا باورم نمیشه تو دونستی بدون اینکه هیچ جا تو زخم زیر کنی اینو باز کنی. باریکالله، باریکالله حامد خان، تو به همه ما نشون دادی که زور عقل بیشتر از زور بازوه. شانسی بود نفری جان، ما الان 20 ساله هز بازم نمیشه. بالا برو یه عمر بابا چی شده؟ بابا یه سوسکه میده سریع و قوی. میدینی مامانی تینا با نسرین و اون کی؟ دامادمون کیه؟ فرید. همین فرید رفتن از ترس رو میز نهار خونه. آخه تو نکشتینش؟ خب بابا کشتن سوسک از وظایف مرد خونه است. بابا ببخشیم بابا، اصلا عمدی نبود، گفتم دست خالی نری تو محلکه. آها محلکه. بابا ببین این دمپایی روش قدیمی دیگه کاربردم نداره، الان دلم میخواد با روش جدید خوده بری سوسکو بکشی. باشه بابا، فقط این سوسک الان دقیقا تو کدوم نقطه خونه است؟ نه تو پذیرایی. بابا پذیرایی که نقطه نیست، میخوام ببینم دقیقا تو کدوم نقطه پذیرایی. نه در اقصا نقاط پذیرایی همینطور داره. آخر پنگوئن نیست که یه جا وایسه. قربونت تو پنگوئن حالا یه جا وایسه، حالا هر چی. خب باشه پس بریم دیگه. بریم نداری، برو. خب برم. آره میرم، میرم. برو. رفتم. چی شده؟ چی شد؟ سوسکی سوس کجا رو من نمیبینم؟ بابا این بگم وایس آه پیداش کردم، پیداش کردم. سب کنم میکشم بابا یه دقیقه وایسا ماما. امارد آه آه حامد واقعا؟ حامد ماما واقعا کشتیش؟ آره دیگه واقعا، در حال روش های نوینه دیگه. اکبر اکبر یه دقیقه بیا ببین این حامد سوسکر رو واقعا کشته یا نه. ماما کشتم دیگه. بیا دیگه. واقعا کشته؟ حامد میگه کشتم. بیا خسته نباشی. سلامت باشی ماما. نهار نداری؟ نه مادرم، نهار دیگه کجا، من دیگه از صبح تلا فقط دارم میشونم و میستاوم، نهار وقت نکردم درست کنم. آخه دیگه خسته نباشی، شما کارتون زیاده و خسته میشه. آله زندگی همینه مادرم، چاره ای نیست. چرا؟ چاره ای هست. بله من دقیقا متوجه نشدم. نمیخوای متوجه بشی؟ خب اشکال نداره، یه بار دیگه توضیح میدم. پدر جان عرض کردم چه دلیلی داره کل زحمتای خونه رو دوش مادر جان باشه؟ هی بشورم، بسابم، ببرم، بیارم، بپزم. چه گردگیری؟ گردگیری کنم؟ ای خجور نشد که، من که پایان‌نامه‌مو دادم، شما بازنشسته شدین، از صبح تا شب ما تو خونه این بیکار. پس یه روز من کار رو انجام میدم، یه روز شما، یه روز مامان، ترتیبی. فرید و نسرین هم که مهمونن، البته فعلا اگه بیشتر بمونن اونا باید کار کنن. نمیشه دقیق تر بگی؟
اکبر خان من میگم، یعنی فردا صبحونه، ناهار، شام، نظافت، گردگیری اینا همه با شماست، به اضافه شستن حیات و ون و کمپلت با شماست. بنده میتونم مخالفت ما ابراز کنم؟ نه نه بله متشکرم. ولی ترتیب اثر داده نمیشه، چون من به عنوان مرد خونه تسلیمم رو گرفتم. به به خسته نباشین. پا تو آشپزخونه من نمیذاری. یعنی کمک نمیخوای؟ نمیخواد. با همون طرح شاکار تو کمکت رو کردی. فقط برو جلو چشمم نباشی. بابا غذاتون داره میسوزه. بسوزه، به تو هیچ ربطی نداره. نه نه واقعا سوخ. بابا خاموش کن زیرش. آتیش گرفت. بابا بابا خاموش کن. بس تو حواسم رو پرت میکنی. بابام آشپز بوده. چه مزه داره ها، یعنی اصلا تو خوابم من نمیدیدم که این موقع روز من اینجا بشینم تو حیات با شما بستنی بخورم، کار خونه نداشته باشم. این از همه مهمتر. مهم. دکتر الهی من قبول رو پیش سودای مدیریتیت بشم. آره واقعا ما هم برگردیم یزد، من این برنامه کار خونه نوبتی انجام دادن رو پیاده میکنم. آره اصلا چه معنی داره مردی که همش مثل زن تو خونه از کار خونه انجام نده؟ هیچ معنی. آره واقعا پس چی؟ هیچ معنی آده واقعا؟ یعنی چی؟ عطاری که همین الانش هم داره بیشتر از تو کار میکنه. آه نه خواهر جان، بیشتر نیست که یه روز در میونیم. بعدش هم میدونی به نظر من حق ما زن هست که از مرد رو کمتر کار کنیم، چون مرد ما زن هست ضعیفیم، نحیفیم، میشکنیم. راست میگه خاله. ماما من این بستنی ها رو ببرم برای بچه ها. تو همیشه راست میگم. سرم تیر کشید. دلت تیر نکشه خواهرم، هول نزد همش مال خودته. هیچ وقت فکر نمی کردم این موقع روز مجبور بشم اینطور تون تون بستنی بخورم. از چی اینقدر تون تون بستنی میخوری؟ بابا کارام مونده دیگه، من هر چی میکشم از دست حامد میکشم. اتفاقا اگر حامدو دیدی از طرف من بهش بگو مگه اینکه دست عطاری بهت برسه. مدل کار خونه من و شیرینم شده سه روز به یه روز، سه روز من یه روز اون، سه روز من یه روز اون. نسرینم هی میشینه با میشه میگه از مخت استفاده کن. بابا اینا فکر میکنن فکر کردن میتونه جای تجربه رو بگیره. بالاخره ما باید جلوی این مدیریت بر پایه نظریات مدرن حامدو بگیریم. بله. وگرنه کلای هممون پس معرکه است. تنها راهش اینه که این ایده مسخره ای که حامد بشه مسئول خونه منجر به شکست شه. ایده مسخره؟ نه نه، منظورم اینه که تنها راهش اینه که این ایده زیبایی که حامد مسخره بشه مسئول خونه به شکست مواجه شه. حالا میگی چیکار کنی؟ آها ببینید، باید حامد رو با بحران‌های واقعی زندگی روبرو کنیم تا با سر بخوره زمین. خوش تیپ کردی بابا. به نظرم مثل همیشه تیپ زدم. آره جون خودت، میخوای بری دنبال مهتاب؟ نه مهتاب میاد اینجا. اینجا؟ نه یعنی در واقع باباشون میده سنتوش اینجا، بعد ما بیریم بیرون در مورد مسائل مهم آینده با هم صحبت میکنیم. ها در واقع تعهدات زن و شوهری دیگه. بابا برو تو آینه دستشویی، من کار دارم. بابا من اول اومدم. برو دیگه. بابا دستشوی آب برداشته. خب چی کار کنم من؟ الان خودم درستش میکنم. خب برو درست کن. از چی کنه من جای زد بیرون؟ بیشاده. خب برو درستش کن. چه خبره؟ اکبر چرا اونجا بسته داری نگاش میکنی؟ چیزی نیست خانم، مرد خونتون الان درستش میکنه. بله. نگران نباش. معلومه که درستش میکنم. معلومه. آره برو 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 برو. عطاری
خدا باشه دیگه. اونم نمیخوره. تو دست چی بود؟ یهو سخت اومد رو سرش. خب ببریش دکتر. زنگ زدم الان اورژانس میاد. میاد دیگه الان. دیگه چیکار کنیم؟ من فقط تا ترکیدن لوله رو نقشه کشیدم. بقیهش از کنترل من خارجه. بابا یکیتون بره این فلکه آبو ببنده تو خونه نایمده پایین. بس میگه البته ببینی فلکه آبو ببنده. ای بابا بابا کلید موتورخونه پیش عطاریه. خب الان تو این بحثه چرا میخوام برم تو موتورخونه آخه؟ خب برای اینکه فلکه تو موتورخونه هست. بریم کلید موتورخونه پیش عطاریه. بدین بریم. نمیدونم کجا میذاره که عطاری کلید موتورخونه رو کجا گذاشتی؟ مگم شما که اینجا کجاست؟ عطاران ری حالا ری من اکبرم. کلید موتورخونه رو کجا گذاشتی؟ موتورخونه کیه؟ دیوونه شد شوهر. دیوونه چیه؟ فراموشی گرفته انگار. چی بود؟ فکر کنم یه تیکه دیگه از سقف دستشویی بود. بابا چری؟ برو بابا بیا بیا بابا. آب داره میاد تو خونه که بابا. پس فرید و بابات کجاست؟ بابا رفتم ببینم میتونن در موتورخونه رو بشکنن یا نه. اوی دکتر جان یک کمی از این هوش مدیریتیت خوب استفاده کن. پس من برم میشه بابا. واسه چی میشه بابا؟ بابا برم بگم من شکست خودم. من دیگه نمیتونم. کل مسئولیت خونه با خودش. بابا اینو بگی بگی حامد. بازم کار خونه شروع شد. بابا جون این موتور خونه است یا بانک مرکزی؟ این چه قفلیه واسین روش؟ این کار عطاریه. این خونه الانه که خراب شه بیاد پایین آبی چاره میشیم. جواب پدر بزرگو کی بده؟ ببین اصلا جواب پدر بزرگ ربطی به ما نداره. با حامد. با حامد. بابا چه؟ من میخوام یه اعترافی بکنم. الان موقع اعتراف تو این موقعیت؟ بله دقیقا الان وقت اعتراف کردنه. خب اعتراف کن. اعتراف کن. چیه؟ اورژانس. سلام علیکم. خب هستی مهدا. بچه نه این شرطی خونه چیز شد. میدونین یه مشکلی پیش اومد الان حلش میکنیم. نگران نباشیم. بله. نه این لوله ترکی. بله. خب ما تمام مسائل فنی این خونه با حامد. آفرین. اتفاقا این نشون میده که آقا حامد مرد زندگی. بله. بفرمایید تو خواهش میکنم. بله خواهش میکنم. بفرمایید. راستش ما نمیخواستیم مزاحم بشیم ولی بعدم نمیاد که داماد آیندهمو در حال کار فنی ببینیم. بله بفرمایید آخه. فرید شما ببرشون بالا بفرمایید. خواهش می‌کنم. مزاحم نباشید. بابا دستم به دامنه. بابا دستم به دامنه. من تسلیمم. من شکست خوردم. بابا شما برید بگید چون ما دیرمون شده میریم. بعد شما خودتون لوله رو درست میکنیم. حامد جان نباید کم بیاری. بابا کم آوردم. اینکه بیدم بیا. ببین چی دارم بهت میگم. حامد تو پسر منی. نباید کم بیاری. با تمرکز ببین خودتو مدیریت کن. میتونی ثابت کن که مرد واقعی خونه توی و من داشتم بی خود حرف می زدم. و به پدرزنت ثابت کن که با خیال راحت میتونه دخترشو به تو بسپاره. راست میگی بابا؟ بابا مطمئنم که از پسش برمیاد. برو و من پشتتم. اینم بگی برو. باشه. اوف از بیخ گوشم رد شد. بفهمانی چیز قابل داری نیست. نه دارم من که ناراحت نیستم. نه تموم شد. آفرین به تو بارکلا. آقا سرعتت هم خیلی خوب بود. میگم حامد جان شما که انقدر کار فنی رو خوب بلدی انجام بدی میشه یه سر بیای خونه ما موتورخونه ساختمونمون هم سرویس کنی؟ بابا من؟ بله چرا که نه؟ بابا مزاح میکنن. زنگ زن سرویس کار میاد انجام میده دیگه. بابا مزاح چیه؟ دامادم اولا بعدش هم مجانی میاد این کارو میکنه چرا که نه؟ بله حتما. حامد در موتورخونه رو چجوری شکستی؟ ما دوتایی نتونستیم. ببین آقا فرید من به جای بازو از عقلم استفاده کردم. یادم افتاد
عمو عطاری همیشه کلیدا رو میذاره بالای دیوار. چه چرخونم میدم کلید بالای دیواره. خوب هستین شما؟ آفرین. فدات بشم. مخش کار میکنه پسرا. بفرمایید. زحمت کشید. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. خواهش میکنم. فرادتون بفرمایید. دخترم بردارین. نه بفرمایید. من یه دونه. یعنی تا چند روز آخه؟ یه دکتر گفت یه دو سه روز دیگه حافظش برمیگرده. انشالله. عطاری جانم. سلام. شما کی؟ منم دیگه. بیا ببین منو نمیشناسه. اکبر؟ منو شنا. من اکبرم. عطاری جان با من حرف بزن بابا. حرف بزن. لوله رو ترکوندی بابا. این داره هزیون میگه. تب کرده تب کرده. بخواب بخواب تب داره. ببین نه داره لوله یه چیزی میگه. خب خفه شو نه 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 باز عرب بزنه. این یه ده روز دیگه باید استراحت کنه تا این حافظش برگرده. خوبه خوبه بازدمش هر چیز نفس کنه بهتره. خوبه الان خفش کردم. نه بابا چی خفش کردم؟ دست تو عروس نشت بابا. نه آروم باش آروم باش آروم باش. بابا خسته نباشی. چی میپزی؟ فعلا که نمیدونم بابا. راستش من اومدم ازتون تشکر کنم که بهم کمک کردین اون بحران رو مدیریت کنم. بابا این چه حرفیه؟ چون واقعا کنترل اوضاع دستم خارج شده بود. اگه خونسردی شما نبود و بهم اعتماد به نفس میدادین حتما خراب میکردم. آه راستی بابا این کارت خدمت شما باشه، چون من متوجه شدم هیچ کس بهتر از شما نمیتونه خونه رو مدیریت کنه. حامد جان عزیزم، تو این مدت واقعا ثابت کردی که میتونی زندگی تو اداره بکنی. حالا با مدل خودت که من بلدش نیستم. خب ما اون موقع با مدل خودمون زندگیمون رو مدیریت میکردیم. تو بزرگتر از اونی که من اصلا فکرشو میکردم. حالا میتونی بری و زندگی تو اونطوری که میخوای بسازی. اگر جایم به من احتیاج داشتی، من مثل یک کوه پشتت ایستاده. پدر پسری با هم دیگه آشپزخونه رو آتیش زدی؟ خونه سوخت آقا. آشپزخونه من بازه. من بیا برو بیرون. بیا برو بیرون. نگاه کن چی کار کردین با آشپزخونه. دیگه حق این که دیگه بدون اجازه من وارد آشپزخونه بشید. ندارید اکبر. پدرم غرور من.